اصلا تو خود سیستم اروپا خاطرتون باشه همیشه دوکنشین‌ها و کنتنشین‌هایی بودن، زمیندارا بودن. یه قلعه بود وسط یه چمنزاری تو فیلماشو نشون میده. اون یه عالم دهقان داره برده داره واسش کار میکنه. بردگی واقعی بود. فئودال بودن. آقا یهویی شخصی به اسم بوگدان خملنیتسکی در اروپای شرقی شورید علیه یهودیت. چارشاخشو زد بالا، گفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم. خون اینا رو می‌ریزم. زن و بچه برای من نداشتن. قیامی رو انداخت، ریختن شروع کردن یهودیا رو کشتن. واقعا دیرشون میاد تیکه تیکه میکردن. یهودی ها فهمیدن در اروپای شرقی به اون سمت چی جریاناتی ضد یهود چک گرفته. گفتیم بهترین روش چیه؟ سری بیا خودت اونو کنترل شده ردیفش کن، ببین چی میشه. آقا نهایتا این منجر به این میشه که مارکسیزم شکل میگیره از دل اون کمونیسم به وجود میاد. مارکسیسم کمونیسم با هم تفاوت داره به لحاظ مفهومی، وقت نیست رو توضیح بدیم که کمونهای اولیه چی بود، که بنده از تو تورات برای شما کمونهای اولیه رو بیرون میکشم که اینا بر مبنای تورات اینا رو ساختن. خدمت شما عرض بکنم اینا شکل گرفت و کمونیسم شکل گرفت. گفتن گور پدر هر چی سرمایه داره، همه سرمایه دارا زالو صفتن، خون مردم میمکن، میایم پولو میگیریم مساوی بین همه تقسیم میکنیم، درآمد بین همه تمام، فقیری دیگه وجود نخواهد داشت. حالا من از شما سوال میپرسم. ببینید آمارش آوردم از رو برات بخونم، تو اسناد کشور روسیه اینا بیرون اومده و اسناد خود یهودی ها. خدمت شما عارض بشم که 14% جمعیت شوروی یهودی بودند اون بولو. 225 میلیون نفر که جمعیت داشت، میگن دیگه نهایتا 1.5 میلیون، میگن دیگه خیلی بد فرض کنیم 1.5 میلیون از 225. خدمت شما عرض بکنم انقلابی شکل گرفته علیه یهود، 14% کل مردم این کشورم چی هن؟ یهودی هن. چند درصد باید احتمال بدی که یه یهودی راه پیدا بکنه به سیستم حکومتی همچنین انقلابی؟ دقیقاً صفر. چرا؟ میگه 14% یعنی تو 100 نفر چند تا یهودی؟ هیچ. تو 200 نفر نداری بازم. تو 225 نفر یه دونه داری. یعنی یارو مثلا توی جمع 20 نفره 22 نفره هیئت وزیران چند تا باید یهودی داشته باشه؟ هیچ، منفی. مثلا انگشت یارو باشه. 14% حساب میکنه، انگشت یارو میذاره تو 20 نفر. خب؟ چرا اصلا نباید باشه؟ چون انقلاب علیه یهودم هست دیگه، نورون علا نور، تمام راه نباید باشه. آمار برای شما میخونم، اسمشو گذاشتم عجایب هشتگانه جهان. خیلی چیزا هست شما نشنیدید و من و تو نباید بشنویم، چون صاحب ما رسانه است و رسانه نخواد بدونیم ما نمیدونیم. بهتون گفتم 95% اخبار دنیا رو 4 تا بنگاه صهیونیستی اداره میکنن و این اعتراف صریح رابرت مورداک بنیانگذار فارسیوانه. بدونید تا فارسی 6 رو درست کرده این آدم، تا فارسی 6 رو درست کرده، دقیقاً عاشق چشم رو ماشو داره پول میذاره، دست گذاشته رو اون چیزهایی که شما ازش معنی شدی الانسان و حریصان علاما منه، دست گذاشته. دومی شبکه این که این بشر رو به راه خواهد انداخت، ما پیش بریم اینه ورزش زنان باشه، دقیقاً یعنی اون چیزی که تو ازش معنی شدی، بنیان خانواده داره از هم میپاشه. یعنی بدانند مردان که در این سریال ها نشستن روانشناس های بزرگ و دانشگاه های بزرگ مملکت بررسی کردن، بدانند که اولین چیزی که در این سریال ها به وجود میل زن متأهل به ارتباط با مرد دیگره. یعنی طرف داره دودمان خانوادش از دست میده. متاسفانه تو کشور خودمون زمانی که امثال فارسیوان را افتاد بدانید عده خوشحال بودن، میگفتن که چی؟ مردم دیگه اخبار سیاسی گوش نمیکنن، به بی بی سی پرشن گوش میشن، سریال گوش میکنن. بابا اون تمبر اخبار سیاسی برنامه داره، برای ورزشت برنامه داره، برای مستندت برنامه داره، برای سریال خانوادگیت برنامه داره، کجای کاری؟ نخستین حکومت پس از جنگ انقلاب بلشویکی، از 22 تا وزیر چند نفر قاعدتا باید یهودی باشن؟ 3. منفی دیگه. اسمش گذاشتم عجایب هشتگانه جهان. از همه مهمتر اولیش هم اینه، اهرام مصر نیستش، اولیش هم اسمش گذاشتم این. چند نفر؟ 17 نفر یهودی هم. برای یهودی دست بزنیم. یعنی چقدر؟ 77% یهودی تو رهبران انقلاب، برای انقلابی علیه یهود یا امام زمان. کمیته اداره جنگ، این آمار رو براتون میخونم دوستان خوبه، نه از 40 یعنی وزارت جنگشون، وزارت دفاعشون، از 40